سلام و درود و صبح بخیر خدمت شما دوستای عزیز و گلم وقتتون، انشالله که بخیر باشه. ساعت 6 صبح هستش و اومدم براتون اطلاعات جدید و خبرهای جدید رو ضبط بکنم که انشالله دیگه امروز خیالتون از بابت همه چی راحت باشه. توی چنل تلگرام هم گفتم بچه ها پشتتونم، نگران هیچی نباشید انشالله. خب دوستان ببینید، اولی موردی که میخوام در رابطه باش صحبت کنم، ببینید 6-7 مورده که همش رو باید کامل گوش بکنید تا آخر، چون همش به شمایی که کنکوری هستی مرتبطه. اولی مورد اینه که برنامه امتحان نهایی چی میشه. بچه ها ببینید، برنامه امتحان نهایی قرار امروز به صورت رسمی از طرف آموزش و پرورش اعلام بشه و طبیعتا وقتی روی سایت بیاد من هم اون رو پوشش میدم، ولی دیگه ویدیوشو درست نمی کنم. برنامه نهایی رو توی چنل تلگرام میذارم و توی کامیونیتی یوتیوب، همین صفحه اصلی چنل رو که وارد میشید، قسمت ویدیوها، قسمت خونه، قسمت ویدیوهای کوتاه، اون یک قسمت این ورترش نوشته کامیونیتی، اون رو بزنید، متنهایی که قرار اونجا قرار بگیره، یعنی کلا توی چنل قرار بگیره، میاد توی کامیونیتی و من اونجا براتون متنها رو میذارم، خبرها رو میذارم که البته کاملترش به صورت وایس توی چنل تلگرام هستش که توی دیسکریپشن براتون لینکش رو میذارم. برنامه امتحان نهایی بچه ها به این صورت هستش که بعیده یه سری تغییرهای خیلی زیاد بکنه، یعنی اون همه امتحانا همه جا به جا بشن، همشون تغییر بکنه، چون خیلی سریع این کار اتفاق افتاده و آموزش پرورش گفت فردا من برنامه امتحانی رو میدم. با این سرعت بعیده که بخوان کار خیلی سختی رو انجام بدن یا کار خیلی زیادی رو انجام بدن. صرفا این چند تا درسی که در واقع کنسل شده رو باید یه تایمی براش باز بکنن، یه زمانی براش باز بکنن که به قول معروف بندازنش توی برنامه دیگه، یه جوری توی برنامه قرارش بدن که به احتمال زیاد داخل در واقع اواخر خرداد و اوایل تیر ماه خواهد بود این مورد، که باید ببینیم به چه صورت خواهد بود، یا حتی ممکنه برنامه به صورت کامل تغییر پیدا بکنه. امروز قرار بچه آموزش پرورش برنامه رو بده، حالا تا ساعت 12 شب فرصت داره، ممکنه اگه خبرها خیلی زیاد بشه دوباره براتون ویدیوشو درست کنم. بریم سراغ بحث بعدی در رابطه با زمان بندی جدید کنکور تیر ماه. همونطور که میدونید انتخابات قرار 8 تیر ماه برگزار بشه، این یعنی حداقل 2 هفته ما تأخیر رو در داخل کنکور تیر ماه 1403 داریم. 2 هفته، حداقل 2 هفته، یعنی اگه قرار 8 برگزار بشه به احتمال زیاد 20، 21، 22 دیگه در واقع برگزار میشه کنکور، یا حتی ممکنه بیشتر هم تأخیر بخوره، ولی خب تا الان به صورت رسمی چیزی اعلام نشده، اما حداقل زمانی که اصلا قانون گذاشته بشه 2 هفته است. حالا باید ببینیم آیا بیشتر میشه یا نه، همین 2 هفته در واقع میمونه. در رابطه با انتخاب رشته کنکور فرهنگیان، آقا انتخاب رشته کنکور فرهنگیان بالاخره کی شد؟ میاد؟ نمیاد؟ چه اتفاقی میفته؟ انتخاب رشته کنکور فرهنگیان به احتمال خیلی زیاد، خب طبیعتاً این هفته بعید اتفاق بیفته و هفته آینده به احتمال زیاد این اتفاق به وقوع میپیونده و رخ میده. نگران انتخاب رشته فرهنگیان به هیچ عنوان نباشید، خیلی زود درست میشه. این هفته فکر نمی‌کنم، ولی هفته آینده 100% و اصلا تأخیر نمیخوره، همون هفته آینده میاد. دوستان نتایج اولیه کنکور اردیبهشت ماه، اطلاعیه های دعوت به مصاحبه کی میاد؟ از اونجایی که بچه این مورد مرتبط با کنکور اردیبهشته و بچه کنکور اردیبهشت هم برگزار شده، آره داشتم میگفتم، از اونجایی که مرتبط با کنکور اردیبهشته و کنکور اردیبهشت هم برگزار شده، بعید تداخلی داشته باشیم یا مثلا عقب رفتی صورت بگیره یا خیلی دیر یک چیزی اتفاق بیفته. قرار شده نتایج تا آخر در واقع اردیبهشت ماه، یا تا آخر اردیبهشت ماه که نه، تا اوایل خرداد حدودن بیاد، یعنی حدودن 10 روز اول خرداد، و بعد از اون اواسط خرداد مشخص میشه برای دعوت به مصاحبه که کیا دعوت میشن به مصاحبه، و تیر ماه فرایند مصاحبه و در واقع این فرایندهای گزینش شروع میشه و همیشه اینطور بوده
و الان هم با این اتفاقات فکر نمی کنم تأثیری روی در واقع انتخاب تأثیری روی در واقع دعوت به مصاحبه داشته باشه، اونم مخصوصا توی در واقع خرداد ما. پس شما 10 روز اول رو منتظر نتایج کنکور اردیبهشت ماه 1403 باشید. اواسط خرداد اسم ها میان که کی دعوت شده به مصاحبه و چه کسی دعوت نشده به مصاحبه، و فقط برای شما دفترچه منتشر میشه. فکر نکنید توی خرداد ما مصاحبه است، نه، مصاحبه 100% بعد از امتحاناته. حالا ممکنه توی هفته اول تیر ما باشه، ممکنه نه، بعد از انتخابات باشه. پس جای نگرانی برای شما از لحاظ فرهنگیان و کنکور اردیبهشت 1403 وجود نداره. در رابطه با ثبت نام مجدد بچه ها یه سری صحبت ها شده بود برای ترمیم معدل، زمان مجدد برای ثبت نام کنکور تیرما، آیا اصلا فرصت مجدد داده میشه که حالا برای تیرما چه از طرف ترمیم معدل، چه برای ترمیم معدل، چه برای ثبت نام کنکور تیرما، آیا این اتفاق باعث میشه که یک فرصت مجدد داده بشه؟ بچه ها باید خدمتون عرض بکنم که در رابطه با ترمیم معدل، خب ما دیدیم که سازمان سنجش 2 بار 3 بار فرصت داد، یعنی حتی خیلی مویی از کنارش رد شد، حتی برای بار سوم به اندازه 1 روز کامل فرصت داد. البته ویرایشش بسته بود، احتمال داره همچین اتفاقی بیفته، پس جای نگرانی نیست. اما برای ثبت نام کنکور تیرما، از اونجایی که ما میخواییم و منتظریم که سنجش به ما یه دفترچه بده، تاریخ جدید کنکور تیرماه رو اعلام بکنه، ممکنه توی اون دفترچه یک ثبت نام مجدد و فرصت ثبت نام مجدد داده بشه که بچه ها بتونن استفاده بکنن و حتی ویرایش کنید، یا کسایی که تا حالا نتونستن ثبت نام بکنن، ثبت نام خودشون رو تکمیل بکنن. احتمال هر جفتش وجود داره که هم فرصت ترمیم به شما داده بشه، هم فرصت ثبت نام برای کنکور تیر ماه، و یا حتی ویرایش در واقع کنکور تیر ماه. باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. اما بچه ها به هر صورت لطفاً و خواهشاً من ازتون یه درخواستی که دارم اینه که جدا از این که میدونم اینو بارها گفتم، ولی خب یه خبر دیگه مونده اینو بگم بعد بریم سراغ خبر بعدی. بارها با این که خودتونم میدونید و لطف کردید کامیونیتی یوتیوب رو چک میکنید برای خبرها، حتما سعی بکنید چنل تلگرام دنبال کنید. به خدا من اگه پیامی باشه اونجا بذارم، میگم اگه یه تعداد توی یوتیوب این خبر رو نبینن چی؟ اگه کامیونیتی یوتیوب رو نبینن چی؟ چون خیلی از بچه‌ها فقط ویدیوها رو نگاه میکنن، بنابراین من میام باز ویدیو درست میکنم و قرار میدم، ولی گاهی اوقات ممکنه مثلا 1 روز کامل دیر بشه. به خاطر همون ترجیحاً اگه خواستید، دوست داشتید، حتما چک بکنید، توی دیسکریپشن چنل تلگرام رو قرار دادم. اون یکی خبرم زیاد مهم نیستش، آره زیاد مهم نیستش، خیالتون این بابت راحت باشه. مرسی که تا اینجا با من بودید. یا علی.